فقط امو صدای شکنجه عبدالروف است، صدای از او را بر ما روان میکنه به حساب تحفه ایدی. همو تقاضای 12 لک دلار را میخواین، همو را دارن و چیزی هم کم نمیکنن، فقط او را شکنجه میکنن، صدایش روان میکنن. دیگه کدام پیام نو نداریم از طرف دولت، هم کدام کاری که اینطور نتیجه نیک داشته باشه تا هنوز بر ما کدام چیزی نگفتن. فقط جوابشان همی است که ما در کوشش هستیم، تلاش میکنیم به خاطر رهایی عبدالروف، ولی هفت ما بیشتر از هفت ما شد تا هنوز به کدام نتیجه نرسیدیم. عبدالروف جان پیام آخریش که آمده بود میگفت که پدر عید تبریک باشه، دیگه زودتر پیسی از یارا بتین که مرا امروز شکنجه نکده، دیگه بعد از این شکنجهش زیاد میشه. وای خود خطابچیان بر ما در پیام گفتن که بعد از این شکنجه بسیار خطرناک چیز میکنیم، گفتن که خطرناک از این مچم چی رقم است، بی خطرناک چی رقم است، نمیفهم ایره. بخاطر از اینکه اون شما شاید دیده باشین که عبدالروف جان از پای اویزان کرده بود، دیگه من نمیفهم که اینا چی رقم انسان هایی هستن که از 27 رمضان مردم توبه میکنن، مردم شب چیز از گفته چقدر کوشش میکنن که توبه بکنن، ختم بکنن شب 27 رمضان، لیکن اینا از شب 27 رمضان تا این روز اول عید پیام های بسیار دلخراش و زدن و آویزان و اینی می رقم چیزها رو بر ما روان کردن. دیگه خدا بر از اونام توفیق بده که عبدالروف جان آزار نتن، دولت هم یک کوشش خدا بکنه که بخیر میره آزاد بکنه. برگانای امنیتی و خصوصا اداره محلی ما پیشنهاد ما است که دی رابطه توجه کنه. اگر نی بسیار ننگ است به شما که شما در شش ماه چند تا اختلاف شده شما تعقیب کرده نمیتنین و پیدا کرده نمیتنین، بازی ادای شما کاملا غلط است که شما بگین که ما به این اندازه امکانات داره. یا تقریبا 12 لک دلار اینا میخواین، چون که توانش من ندارم و قدر یک تعداد پیسی که گفتیم اونا دو قبول ندارن، دیگه اگر قبول بکنن ما اون پیسی که داریم اونم رو برشان میتیم، دیگه نداریم که برشان بتیم. و دوم دیگه طالب ها تقریبا اونا نفرایی که دستگیر کرده بودن اونا رو به ضمانت رها کرده بودن، اونا رو باز دستگیر کردن، بر ما احوالشان رسید که باز ما دستگیر کردیم اینا را. دیگه شاید ما را در محکمه از اونا بخواین که چی گپ هست چی گپ نیست، بعد از اون ما روشن میکنیم در رسانه ها هر چی که در اونجا فیصله کردن، فیصله از اونا را ما امر شما امر رسانه ها شریک میسازیم. حالا ما دمی روزا با بزرگای خود جلسه داریم، بعد از جلسه انشالله تصمیم خواد گرفتن که ما تصمیم داریم که خیمه تحسن خود ددان پارلمان کابل باید برپا بکنیم، عدالت خواهی خود ددان پارلمان هم شروع بکنیم، بعدا ددان پارلمان هم اگر در دروازه پارلمان هم جواب ما را لبک نگفتن شاید ددان دروازه ارکم ما پشواک خبری اجانس دپی خوریختین هنداره.